همراه و همسو با مادران دادخواه وطنم، به حرمت خون به نوحق ریختی فرزند نازنینم رضا و همه کشته شده های آبان 98، هرگز به جمهوری اسلامی رأی نخواهم داد. رأی من سرنگونی است، نه به جمهوری اسلامی. در وحشت از همین آتش، جلادان چهره پلید خود را پنهان و رد خامنه ای را گم می کنند. در رابطه با قضیه بنزین، تصمیم گیرنده خود دولت بود. اولین پاسخگو در این قضیه باید آقای روحانی باشه. بلافاصله دولت نوشت اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بوده است و مسببه سران سه قوه خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید. مسئله بنزین هم که گرون شد 1500 نفر رو کشتن، آقای خامنه‌ای اومد گفت من سررشته ندارم، من تخصص ندارم ولی حمایت میکنم. میگه آقای خامنه‌ای 8 سال رئیس جمهور نبود، چطور سررشته نداره؟ میگه میشه 8 سال رئیس جمهور باشی تخصص نداشته باشی تو بنزین؟ بعد لطف کنید در خصوص اونهایی که در ماجرای آبان 98 دستگیر شدن، تعدادشون مشخص نیست، اونهایی که کشته شدن مشخص نیست خانم. بله، در وحشت از همین خشم انفجاری هر کدام از باندها نقش خود را انکار کردند. خود آقای همتی بعدن اعلام کرد که من اصلا با افزایش قیمت بنزین مخالف بودم و این را بدترین اقدام میدونستم. آقای همتی چرا مردم دروغ میگید؟ این نامه شماست، نامه رسمی شماست. در موضوع گرانی بنزین ما معلوم نشد بالاخره چه کسی مسئول است. الان دارم میگم نمیدونم. رأی ندیم علمیشه، تعجیب شرعیه. آقا آبان ماه این همه جوان کشته شدن، شما اومدی از این بنزین حمایت کردی. اینا علاوز لوباش بودن. من میگم بگم علاوز لوباش خدا حاکمیته. خامنه ای جنایتکار در سراسر سرنگونی هستی و بر ویرانه های سلطنت خونین تو ایران آباد و آزاد را بنا خواهیم کرد. از برادر مسعود و خواهر مریم خواهش میکنم مرا در مؤسسان پنجام ثبت نام کنند. حاضر حاضر حاضر.